امید فراغت روزنامه نگار از تهران با ما همراه هستند. آقای فراغت سلام، وقت شما بخیر. درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین، اخبار شیعه در خدمتتون هستم. جناب فراغت، مهمترین عواملی که باعث خودکشی جوانان می شود چیست؟ بفرمایید. مهمترین عامل فقره. این فقر میتونه در حوزه اقتصاد بشه، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر مطالعه، فقر اجتماعی، و اینها خیلی مهمه. من یه نکته رو میخوام بگم بابت این سوال. بعد از انقلاب اسلامی آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفتن که من به این تعبیر، من یک موی کوخنشین ها رو به کاخنشین ها نمیدم. خود به خود در دهه اول انقلاب فقر ترویج میشد، فقر محترم شمرده میشد. برای همین تو کوچه و خیابون اگر فرد ثروتمندی رو مردم میدیدن، اونها رو آدمهای خوبی نمیدونستن، احساس میکردن که جاشون جهنمه و ماهایی که فقیرین به بهشت میریم. وقتی که ترویج فقر شد، بعد رفته رفته آگاهی مردم یه خورده افزایش پیدا کرد، فهمیدن که پیامبر اسلام برای احیای اسلام با خدیجه، حضرت خدیجه ثروتمند ازدواج کرد و حضرت علی در جایی گفته بود اگر فقر از یه در خونه وارد شه، ایمان از اون در خارج میشه. تازه متوجه این تناقضات شدن و خیلی خیلی این تناقضات آسیب زد به جامعه ما. بله. چرا آمار خودکشی در ایران در حال افزایش است؟ وقتی که نرخ تورم الان چقدره، نرخ بیکاری چقدره هست، وقتی که یک کارگری 99 سال باید کار کنه صاحب خونه بشه، قیمت ماشین چقدره، همین عوامل باعث شده که جامعه سرخورده داشته باشیم و جوونا، مخصوصا خودکشی تو جوونا خیلی زیاد شده. 40% افزایش پیدا کرده آمار خودکشی در جمهوری اسلامی. از هر 125,000 نفر، از هر 100,000 نفر 125 نفر در ایران خودکشی میکنن. خود تمام این عوامل فقر باعث شده که جامعه ما احساس کنه که نمیتونه به آرزوهاش برسه. وقتی که احساس بشه که به آرزوهامون نمیرسیم، سرخورده و افسرده میشیم و ناامیدی خیلی اتفاقات رو رقم میزنه. بله، مشکل عمدهش فقر اقتصادی. بله. راه پیشگیری از پدیده خودکشی به ویژه خودکشی جوانان در جامعه توسعه نیافته چیه؟ بفرمایید. آموزش شهروندی اونم از مدارس باید شروع بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی معلمای ما حقوقی دریافت میکنن که هیچ تناسبی با هزینه ها نداره. من نگرانم این معلمایی که الان خودشون دغدغه مالی دارن چطور میتونن به درس زندگی به دانش آموزا بدن. ولی اصلش در جوامع توسعه یافته مهمترینش آموزش شهروندی در مدارسه که یاد بدن نحوه مواجهه با تمام پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چطور هست. وقتی دانش آموز بزرگ میشه، وارد دوره دبیرستان و دانشگاه میشه، میآموزه که باید نحوه مواجهه با هر پدیده‌ای رو بدونه و آرزوهاش رو متناسب با توانمندی‌هاش کنه. بله. متاسفانه گفتم ریشه اصلیش ترویج فقری بود در جامعه ما که از خود مسئولان ما، الان همه اکثر مسئولان جمهوری اسلامی ثروتمندن. خود تلویزیون رسانه ملی ما داره تبلیغ ثروت رو میکنه و این تبلیغات هیچ تناسبی با بطن جامعه امروز ایران نداره که هممون در مشکلات عدیده اقتصادی هستیم.